به نام خدای یکتای بی همتا، واجبی آموزگار و دانش آموز. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. ترجمه: الله مقام و درجات کسانی از شما که ایمان آورده اند و کسانی را که علم داده شده اند بالا می برد و الله به آنچه می کنید آگاه است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و دانای با حکمت، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا و پیامبر درس ناخوانده کریم است. اللهم صل و سلم و بارک علیه و من تبعهم به احسان الى یوم الدین. اما بعد، ما اکنون در آستانه سال تعلیمی جدید قرار داریم. از خدای متعال می خواهیم تا این سال را برای همه فرزندان ما سال تلاش، جدیت و تفوق بگرداند. بدون تردید دین مقدس اسلام برای علم اولویت بزرگ و اهتمام ویژه داده است، چون علم زندگی و روح دلها و روشنایی چشمها می باشد، زیرا علم صاحب خود را به جایگاه انسانهای برتر و درجات عالی در دنیا و آخرت می رساند. و با علم است که صله رحم دانسته می شود، و با علم است که حلال و حرام شناخته می شود، و با علم خداوند متعال گروه ها و مردمانی را بلند می برد و ایشان را بهترین رهبران و امامان قرار می دهد. آثارشان اقتباس می گردد و به افعالشان اقتدا می شود. خداوند متعال می فرماید: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ترجمه: بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند یکسان هستند؟ تنها خردمندان پند میپذیرند. اهتمام اسلام به علم و تشویق بر آن از نخستین آیات قرآن کریم که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد ظاهر میگردد، چون خداوند متعال در اولین آیاتی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد چنین میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمه: ای پیامبر، بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید، همان پروردگاری که انسان را از خون بسته آفرید، بخوان و پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که با وسیله قلم نوشتن آموخت، به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت. پس نخستین امری که در قرآن کریم نازل گردید امر به خواندن بود، و خواندن نخستین دروازه علم است. سپس بعد از امر بر خواندن به قلم که وسیله نوشتن، تدوین و نقل علم است اشاره نموده است، و این موضوع همه انسانها را آگاه می سازد که علم دارای اهمیت و برتری بزرگ است و بر تحصیل آن تشویق و ترغیب می کند. پس علم جایگاه بزرگ دارد و اهل علم و دانشمندان دارای منزلت عالی هستند، چون اگر علم و علما نمی بودند حتما مردم گمراه می شدند. پس علم روشنایی است که صاحب آن با آن حقایق امور را درک می کند و می بیند، و دانشمندان نسبت به مردم مانند ستارگان آسمان هستند که مردم توسط آنها راه یاب می شوند. خداوند متعال می فرماید. ترجمه: آیا کسی که میداند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است مانند کسی است که او نابیناست؟ تنها خردمندان پند میگیرند. پس خداوند متعال در این آیت مردم را به دو بخش تقسیم کرده است: دانشمند و نابینا. علم را در مقابل نابینایی قرار داده است. پس بینایی در اینجا بینایی علم و معرفت است، نه بینایی ظاهری به معنای دیدن اشیاء. خداوند متعال نیز میفرماید. ترجمه: پس بیگمان چشمهای ظاهر نابینا نمی شود، ولیکن دلهایی که در سینه هاست نابینا می شود. و از اینجاست که قرآن کریم جایگاه علم را بلند نموده و از آن با واژه سلطان تعبیر کرده است، طوری که می فرماید. ترجمه: همان کسی که بی آن که حجتی برایشان آماده باشد در آیات الله مجادله می کنند، این عمل نزد الله و نزد کسانی که ایمان آورده اند سخت ناپسند و موجب خشم است. این گونه الله سبحانه و تعالی بر دل هر متکبر سرکشی مهر می نهد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز جایگاه علم و فضیلت طالب علم را بیان نموده است، طوری که می فرماید:
کسی که راه طلب علم را اختیار کند، خداوند متعال راهی از راه‌های بهشت را برای او میسر و آماده می‌سازد. همانا فرشتگان برای خوشنودی طالب علم بالهایشان را در زیر پای او فرش می‌کنند و برای عالم کسانی که در آسمان و کسانی که در زمین هستند و حتی ماهی‌ها در دل دریا طلب مغفرت می‌کند. و براستی برتری و فضیلت عالم بر عابد مانند برتری ماهتاب شب 14 بر سایر ستارگان آسمان می باشد. و بیگمان علما وارثین پیامبران هستند و از پیامبران دینار یا درهم به میراث گرفته نمی شود، بلکه تنها علم به میراث برده می شود. پس کسی که علم کسب نماید در واقع نصیب بزرگی را به دست آورده است. و ابو ذر رضی الله عنه می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت ای ابو ذر، اگر هر شب یک آیت از قرآن را بیاموزی برایت بهتر از ادای 100 رکعت نماز است، و اگر هر شب یک باب از علم را بیاموزی برابر است با آن عمل کرده شود یا نشود، برایت از ادای 1000 رکعت نماز بهتر است. و امام علی رضی الله عنه می گوید علم بهتر از مال است، چون علم تو را حفاظت می کند و تو باید از مال حفاظت کنی. علم حاکم است و مال محکوم، و مال با مصرف کردن کم می شود ولی علم با مصرف کردن افزایش می یابد و نمو می کند. و علم دارای اخلاق بزرگ و آداب شریفی است که باید طالب علم و معلم آن هر دو با آن مزین بوده باشند. از مهمترین این اخلاق آداب علم داشتن اخلاص به خداوند متعال. پس بر آموزگار و دانش آموز واجب است تا در طلب علم و تعلیم آن تنها خوشنودی پروردگار را طلب نمایند و از ریاکاری و شهرت پرهیز کنند، چون علم شهوت پوشیده‌ای دارد، هرگاه بر دل انسان حاکم گردد بر او سیطره می کند. این شهوت پوشیده حب ظاهر شدن، طلب شهرت، تمایل داشتن بر صدر نشینی و مقام خواهی است و گاهی این شهوت بر رفتار صاحب علم تأثیر می گذارد، پس خود را بلندتر از دیگران می پندارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه این صفات ناپسند هشدار داده ممنوع قرار داده است، طوری که می فرماید کسی که علم را برای مجادله با نادانان یا برای فخر فروشی بر علما یا برای جلب توجه مردم طلب نماید، پس جای او در آتش دوزخ است. و برخی دیگری از اخلاق و آداب علم تواضع و فروتنی است. مالک بر رشید نوشت هرگاه علمی آموختی باید دانش، آرامش، خاموشی، وقار و حلم آن بر تو دیده و ظاهر گردد. از همین جاست که حضرت عمر رضی الله عنه فرمود علم را بیاموزید و برای آن آرامش و وقار را نیز بیاموزید، زیرا هیچگاه علم با تکبر و غرور سازگار نمی شود و با گناه به دست نمی آید، بلکه با طلب آن داده می شود و با تقوا و پرهیزگاری زیاد می گردد، طوری که خداوند متعال می فرماید واتقوا الله و یعلمکم الله والله بكل شیء علیم. ترجمه: و از الله بترسید، آنچه که برای شما مفید است الله به شما آموزش می دهد و الله به همه چیز داناست. بزرگان گفتند هر کس به آنچه که آموخته است عمل کند، خداوند متعال به او چیزی را آموزش می دهد که نمی داند. پس شرط اساسی تحقق علم لدنی الهی عمل کردن به آن علم است، چون خداوند متعال در صفت بندگان نیکوکار خود در سوره کهف چنین می فرماید. ترجمه: پس در آنجا بنده ای از بندگانم یعنی حضرت خضر را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. همچنین می فرماید ترجمه: پس آن شیوه قضاوت عادلانه و درست را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان حکمت، داوری و دانش عطا کردیم و او پرهیزگار بود. و خداوند بر زبان فرشتگان می فرماید قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتگان گفتند منزه تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم، تو دانای حکیمی. و برخی از اخلاق و آداب علم با وقار و با شخصیت بودن است، چون علم دارای رونق، هیبت، عظمت و بزرگی می باشد و از نشانه های آن اهتمام دادن به ظاهر نیک، نظافت، خوشبویی و دور بودن از مجالس لهو و لعب می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا راه و روش نیک، خوشمنظری و نیک برخوردی، میانه روی یک بخش از 25 بخش نبوت است. عالم برای سوال کننده مانند پزشک برای بیمار است، باید با او مهربان باشد، دست او را به سوی راه هدایت بگیرد و برای او راه درست را نشان بدهد.
از معاویه رضی الله عنه ابن حکم روایت است که میگوید روزی من با پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخواندم، در آن هنگام یکی از حاضرین در آنجا عطسه زدند. من در جواب عطسه او یرحمک الله گفتم، پس همه مردم با چشمانشان به سوی من نگریستند. من گفتم مادرتان به حال شما بگرید، چرا به سوی من میبینید؟ پس همه با دستانشان بر رانهایشان زدند. پس وقت دیدم که آنها میخواهند مرا خاموش کنند، خاموش شدم. پس وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازش را تمام کرد، پدر و مادرم فدایش، هیچ معلمی را نه پیش از او با چنین تعلیم و اخلاق نیکو دیده بودم و نه بعد از او. سوگند و الله نه بر من غضب شد و نه مرا زد و نه توهین و دشنامم نمود. همچنین شماری از موضوعاتی است که باید دانش آموز با آنها خود را آراسته بسازد. مهمترین آنها حریص بودن و تلاش نمودن بر آموزش، مداومت و همیشگی در پی آن بدون خستگی و کسالت. پس نباید وقت خود را در کارهای ضایع بسازد که مفید نیست، طوری که گفته می شود تا تو همه وقت و جهد و تلاش خود را به علم ندهی، علم جز خود را به تو نمی دهد. زمانی که امام شافعی رحمه الله پرسیده شد رغبت و اشتیاقت برای علم چگونه است، فرمود وقتی سخنی را می شنوم که قبلا نشنیده ام، همه اعضای بدنم آرزو می کنند ای کاش برایشان گوشهایی بوده باشد تا از شنیدن آن مستفید شوند، همانطوری که گوشها مستفید می شوند. پس برایش گفته شد حرص و تلاشت برای آن چگونه است، فرمود مانند حرص و تلاش گرسنه‌ای باز داشته شده از رسیدن به لذت طعام. پس برایش گفته شد طلب و آموزشت چگونه است، فرمود مانند طلب زنی که یگانه فرزند خود را گم کرده است. تعظیم و احترام آموزگار. پس نباید دانش آموز با کردار یا گفتار بر معلم خود بی احترامی کند. امام شافعی رحمه الله فرمود کتاب را نزد امام مالک رحمه الله از هیبت آن بسیار با نرمی و آهسته ورق می زدم تا مبادا صدای آن را بشنود. و ربی رحمه الله می گوید سوگند و الله هیچگاه وقت امام شافعی رحمه الله به سوی من می نگریست، من از هیبت او آب نمی نوشیدم. خداوند به احمد شوقی خیر بسیار نصیب نماید، چون خوب فرموده است با احترام معلم برخیزید و بزرگی او را وفا کنید، نزدیک بود معلم پیامبر بوده باشد. بدون تردید ما نیاز جدی داریم تا همه علومی را بیاموزیم که توسط آن دنیای خود را آباد بسازیم، با همان اندازه که نیازمند آموزش علومی هستیم که با آن موضوعات دینی خود را می آموزیم و مستقیم می سازیم. پس ما وقت ترفیح و خوشگذرانی نداریم، چون کار تحقیق علمی، اختراع و ابتکار واجب وقت گردیده است تا ما بتوانیم به کاروان پیشرفت علمی بپیوندیم یا برخی آنچه که از مسیر تقدم از ما ترک شده را دوباره به دست بیاوریم. پس بر هر یک ما لازم است تا دارای روحی اختراع و مبارزه و بلند پروازی بوده باشیم. و یا کم از کم هر یک ما تصمیم و تمایل داشته باشیم تا ملت را دوباره به زمان پدران و نیاکان بزرگ ما برگردانیم که آنها همیشه برای طلب علم رخت سفر می بستند و برای تحصیل آن تلاش و جدیت به خرج می دادند، حتی که جایگاه نخست را از آن خود کرده بودند و در هر فن و علم علامه ها و دانشمندان زمانشان گردیده بودند و علمشان برای همه ملت‌ها و تمدن‌های بعدی سرچشمه زلال و چراغ الهام بخش گردیده بود. و اکنون شعار ماست که می‌گوییم آباد می‌سازیم، همان طوری که نیاکان ما می‌ساختند و ما با مانند آنها عمل می‌کنیم. پس باید عالم و دانش آموز با اخلاق نیکو و ادب عالی مزین بوده باشند و کردارشان مانند گفتارشان بوده باشد تا بتوانند بر مجتمع تأثیر وارد کنند. پس هرگاه ملت میان علم و عمل و اخلاق جمع نماید، در عزت و کرامت و شرافت میان دیگر ملت ها زندگی می کند و در هر جایی که اخلاق و علم بوده باشد، در آنجا ترقی و پیشرفت و شکوفایی می باشد. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر خاتم پیامبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر آل و اصحاب او و بر همه کسانی که به صورت درست تا به روز جزا از آنها پیروی نمودند باد. برادران مسلمان، همانا اسلام جایگاه علم علما را با مختلف تخصصاتشان بلند نموده است، پس علم ذی نفع شامل همه علومی می شود که برای امور دینی و دنیوی مردم مفید بوده باشد. بنابراین این فرموده خداوند متعال در معرض بیان جایگاه علوم دنیایی گفته شده است.
انما یخشى الله من عباده العلماء. ترجمه: جز این نیست که از میان بندگان خدا دانایان از او میترسند، چون خداوند متعال میفرماید. ترجمه: آیا ندیدی همانا الله از آسمان آبی را نازل کرد که به وسیله آن میوه‌های با رنگ‌های گوناگون از زمین بیرون آوردیم، و از کوه‌ها نیز راه‌های به رنگ سفید، سرخ، رنگارنگ و به غایت سیاه پدید آوردیم، و همچنین از مردم و جنبندگان و چهارپایان با رنگ‌های مختلف پدید آوردیم. جز این نیست که از میان بندگان الله دانایان از او می‌ترسند. بی تردید الله پیروزمند آمرزنده است. و در آیت دیگری می فرماید، ترجمه: براستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های آشکاری برای خردمندان است، کسانی که الله را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلوی خیش آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای، منزه تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه بدار. همچنین هدف از علم مفید هر آنچی است که برای دنیا و آخرت مردم منفعت داشته باشد، همچون علوم شرعی و عربی، علم پزشکی، داروسازی، فیزیک، کیمیا، فلک، انجنری، انرژی و سایر علوم و معارفی که برای خیر همه بشریت می باشد. پس اساس شخصیت ملی که می تواند اختراع کند و بیافریند علم است. دلیل این موضوع این فرموده خداوند متعال می باشد: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ترجمه: پس ای مردم، اگر نمیدانید از اهل دانش بپرسید. چون واژه الذکر عامتر از آن است که منحصر به علم مشخص گردد، پس موضوع عام است، گنجایش همه علوم مفید را دارد. بدون تردید ما نیازمند همه علوم هستیم که توسط آن امور دنیای خیش را میسازیم، همانطوری که نیازمند علومی هستیم که با آن امر دین خود را مستقیم می‌نماییم. و شاید واجب و فریضه وقت برای علما در این زمانه تصحیح کردن مفاهیم اشتباه و صورت ذهنی غلط از اسلام و مسلمانان بوده باشد، و همچنین کار و تلاش برای نشر فکری درست اسلامی. از خداوند متعال می خواهیم تا ما را از جمله آن علمای با عدالت بگرداند، و آنچه را که ما نمی دانیم به ما آموزش بدهد، و آنچه را که فراموش کرده ایم به یاد ما بیاورد و راه نجاتی برای ما فراهم بسازد.